رئیس پلیس سابق تهران، در حال ورزش در کانادا در کنار زنان بی‌حجاب. سردار مرتضی طلایی از سال 1380 تا 85 رئیس پلیس پایتخت ایران بود. درست زمانی که گشت ارشاد کارش را شروع کرد. گشتی که زنان را به رعایت حجاب اجباری مجبور می‌کند. این عکس‌ها و ویدیوهای جنجالی را حساب یوتیوب عبدی میدیا منتشر کرده. صاحب این حساب عبدالله عبدی که خود را خبرنگار مستقل معرفی می‌کند، با آقای طلایی تماس گرفته. او بخشی از فایل صوتی مکالمه‌اش را در اختیار بی بی سی فارسی گذاشته. حضور شما به هر حال به عنوان چهره خبر، مگر من مقام رسمی بودم، مگر من سفر رسمی رفتم؟ حالا خودتون فرمایش کردید که سرباز ولایت رو به هر حال سمت داشتید توی جمهوری اسلامی. چهره شاخص هستید شما آقای عبدی عزیز. سرباز ولایت که هیچی، تک تک سلول هام رو برای نظام و انقلاب و کشور و مردمم میدم. چه تعارضی بین این باورها و اینکه بنده سفر رفتم دارد؟ اینا شما جسارتم بفرمایید. بعد از انتشار ویدیوها، آقای طلایی در مصاحبه با دیدبان ایران گفت زندگی خصوصیش به کسی مربوط نیست. مگر مسئله شخصی افراد باید در فضای رسانه‌ای به آن پرداخته شود؟ چرا باید در فضای رسانه من بیایم بگویم که به فلان سفر رفتم یا نرفتم؟ اصلا من 100 تا سفر رفتم، باید پاسخگو باشم؟ من دارم زندگی خودم را می‌کنم. شما باید جواب بدهید که زندگی شخصی افراد به چه کسی مربوط است؟ زندگی خصوصی، چیزی که منتقدان میگن آقای طلایی وقتی صاحب مسئولیت و مقام بوده اعتقادی به اون نداشته. به همین خاطر امروز به خبرگزاری‌های ایران سر زدم تا بعضی از موضع‌گیری‌های اون زمانش رو پیدا کنم. چه زمانی که رئیس پلیس تهران بود و چه بعدش که به شورای شهر تهران رفت. در سال 83، یعنی 2 سال قبل از شروع به کار گشت ارشاد، وعده داد که به زودی با بدحجابی در تهران برخورد می‌کند. 2 سال بعد وقتی ونهای گشت ارشاد در خیابان‌ها حضور داشتند، گفت پلیس با برهنگی پاها و کشف حجاب مخالف است. در سال 81 که 1 سال از شروع کارش گذشته بود، گفت اینترنت و ماهواره برای جوانان خطرناکترین رسانه ها هستند. تابستان همان سال گفت پلیس با کسانی که سگ در ماشینشان دارند برخورد خواهد کرد. سال 91 وقتی که عضو شورای شهر تهران بود، علیه خانه های مجردی حرف زد و هشدار داد که یک سریال ماهواره‌ای جوانان را به مجرد زندگی کردن ترغیب می کند که به گفته او خطرناک است. 5 سال پیش وقتی نایب رئیس شورای شهر تهران بود، به مدیران و مسئولان توصیه کرد که از سبک زندگی اسلامی پیروی کنند و از الگوهای غربی پرهیز کنند. آقای طلایی میگوید با اینکه به آمریکای شمالی سفر کرده، اما برای زندگی در ایران خواهد ماند. بنده و بچه‌های این انقلاب و این نظام، مکاریه این مردم رو و این آب و خاک رو با تمام عالم شما عوض نمی‌کنه. ارزانی شما باشه دعایی که شما فکر میکنید که ما براش سر دست میشکنیم. امریکا هیچ غلطی نمیکنه. بیش از 4 دهه شعار مرگ بر آمریکا، غرب ستیزی را تبدیل به برند جمهوری اسلامی کرده. اما هر چند وقت یک بار خبر از سفر خود مسئولان یا زندگی فرزندانشان در غرب می آید. فاصله از شعار تا عمل چقدر است؟ بهای 4 دهه سرشاخ شدن با غرب را چه کسی می پردازد؟ پرهام قبادی، بی بی سی.